دوستان، با نزدیک شدن سال 2014 میلادی که موعد تعیین شده به خاطر خروج نیروهای خارجی از افغانستان است، توانایی نیروهای امنیتی به خاطر تأمین امنیت کشور و سرحدات آن همواره سوال سر زبان ها بوده است. اما گفته های امروزی رئیس جمهور کرزی مبنی بر این که نیروهای افغان هین انجام عملیات های نظامی پس از این نباید خواستار حمایت هوایی نیروهای بین المللی شوند، بحث تازه است. ما هم خواستیم تا به خاطر بررسی عواقب این پیام و تاثیر آن برای ماموریت های معارفوی در افغانستان با محترم میاگل وسیق، مبصر سیاسی که هم اکنون در استودیوی کابل هستند، گفت و شنودی داشته باشیم. آقای وسیق، سلام بر شما. به نظر شما موضع گیری تازه رئیس جمهور کرزی نشان دهنده قهر اوست تا حد یا هم اعتماد بیشتر به نفس؟ تشکر، بارد سلام و ادب خدمت شما بیننده تلویزیون. من فکر میکنم بین که نه بدبین باشیم نه خوشبین، ولی واقع بین باشیم. اگر واقعیت ها را ببینیم، ما واقعا تا هنوز مشکلات خود داریم. این کاملا درست است و بجا است که ما حاکمیت ملی خود، تمامیت ارضی خود، این استقلال خود، همه گپا را ما سرش پافشاری بکنیم به مسابه یک ملت واحد، به مسابه یک ملت سرفراز و سربلند. ولی گپ اساسی ای است که ما نیازهای خودم در نظر بگیریم. واقعا ما تا هنوز در اونو حد از در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، هر کدام ما با پای خود هنوز استاد نیستیم. قسم به اساس گفته های جناب رئیس جمهور و واقعیت های عینی که کشورهای همسایه، خاصتا همسایه شرقی، نخواسته که در اینجا یک نظام قوی به وجود بیاید، یک اردوی قوی وجود داشته باشه. و همچنان ما تا هنوز و خودشان به اساس گفته خودشان که همین همسایه ها بود که بالاخره اردوی ما را، اردوی که داشتیم، از هم پاشاندن. بنابراین امروز ما از یک طرف نیازمند تعلیم و تربیه اردوی خود هستیم و همچنان مصارفی که به حساب اردو پرداخته میشه ما نیازمند ازی هستیم. و همچنان ما اونو تجهیزات لازمه تا هنوز نداریم و این مشکل داریم. و همچنان از یک مدیریت قوی، درست است که ما باید، خب این خوشبینی خوب است، ولی بین که یک مقدار واقع بین باشیم که واقعا همقدر مدیریت قوی را ما داریم که واقعا ما ادعا بکنیم که میتونیم امین نیرو را که ما داریم و این را بتونیم به شکل درست استفاده بکنیم و کدام تجهیز ذات نیاز داریم. تا امروز در پالوی دیگه صنف ها ما مثلا قوای زیرهی نداریم، یعنی توپ و تانک و گپا. و همچنان مسئله انجینری ما هنوز کمبود هستیم. موضوع استخبارات ما مشکلات خود داریم. و همچنان قوای هوایی که گپ اساسی است، هرگاه حمایت هوایی نداشته باشیم ما مشکلات جدی خود می داشته باشیم. این درست است که با این عملیات یک مقدار این مشکلات و عوارض ایجاد میشه. نظر شما در مورد این گفته آقای کرزی، البته نقل قول از آقای کرزی که میگه خارجی ها کودکان و یا طفلای ما را بر علیه ما دشمن ساختن، برداشت شما از این مسئله چی است؟ من فکر میکنم هرگاه ما، چون در جنگ میگن اون الوا بخش نمیشه، اینی که کودکا را علیه ما، وقتی که کودکا کشته میشه، طبیعی است که نفرت مردم یعنی چیز میشه، با گذشت هر روز بسیج شده میره. ولی چطور ممکن است که امی تلفات کودکا را ما واقعا یا امی نفرت را چطور تبدیل بکنیم به ای که ما در یک فضایی که واقعا یعنی فضای تفاهم و دوستی و بالاخره همکاریای همه جانبه ما بتونیم افغانستان به پا استاد بکنیم؟ این گپ اساسی است و در صورت ممکن است که ما در یعنی هم هنگی با این نیروهای افغان، با نیروهای خارجی، از یک طرف واقعا فضای باور و اعتماد، که این فضای بی اعتمادی نباشه و اینی مشکلات در پشت میز مذاکره حل شود، نه از طریق مطبوعات. چرا ما افغانستان نیاز داره؟ بنان این درست است که هر افغان، هر انسان آزادیش خوشش میه، ولی امروز نیازهایی که ما داریم چطور میتونیم با پوره بکنیم این نیازا را؟ و چطور میتونیم همه تلفات یا همه عکس العمل یا به اصطلاح دشمنی که از جانب اطفال علیه ما میشه؟ وقت کوتاه است اما بحث گسترده است. با معذرت، ما باید سوال دیگه خود هم مطرح بسازم از شما. یک مسئله جدی دیگر آقای کرزی بهش اشاره کرد و او هم حضور پایدار و پایگاه‌های نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 است. و او بسیار با قاطعیت گفت که لویه جرگه تنها میتونه این مسئله تصمیم بگیره. شما در یک جامعه دموکراتیک و مدنی چقدر و با حضور شورای ملی افغانستان، شما چقدر کارکرد لویه جرگه و تصمیم شده اقبال مؤثر میدانین و آیا این کدام تأثیر و یا هم پیامد ناگواره بر دموکراسی در افغانستان خواهد داشت یا خیر؟
من فکر میکنم قسمی که شما میفهمین چیزی که در قانون اساسی تسجیل شده، خب از یک طرف لویه جرگه شما میفهمین که لویه جرگه هنوز هم یک بخشش یعنی ناتکمیل است، ناقص است، و او به خاطر که ما یعنی اعضای شورای ولسوالی را تا هنوز نداریم، ولی در پالوش که میتونه یعنی در مجموع پارلمان افغانستان که یا همون مسئله اراده مردم افغانستان است، ای که چگونه آمدن این حرف جدا هست، ولی که اساسی است که برای فعلا میتونه این پارلمان یعنی از اراده مردم نمایندگی بکنه. اگر ما به یک به اصطلاح همه پرسی همه گانی بریم و یا به اصطلاح لویه جرگه رو دعوت بکنیم، از یک طرف این مصارف با این محدودیت های اقتصادی که گفته میشه و در پالوی از اونو کمبودی های خودم که داره، من فکر می کنم به درست گپ درست است که اراده مردم و مردم باید این فیصله رو بکنه، ولی برای فعلا من فکر میکنم پارلمان افغانستان، نماینده افغانستان میتونه نماینده مردم افغانستان یعنی نمایندگی از اراده مردم بکنه و بالاخره این میره در می رابطه تصمیم آقای وسیق بکنه. متاسفانه فعلا فکر میکنم وضعیت همونطور یک چیز میتونه. وقت برنامه اجازه نمیده که ما شما صحبت های بیشتر داشته باشیم، اگرچه بحث دنباله های زیاده داره. تشکر از حضورتان.